داستان‌های فارسی هایدی. این داستان یه دختر یتیم سوئیسی به نام هایدیه. اون 5 سالشه. وقتی که فقط 3 سالش بود، والدینش رو از دست داد. بعد از اون عمه دیته بزرگ کردن هایدی رو به عهده گرفت، تا اینکه یه کاری توی فرانکفورت پیدا کرد. واسه همینم تصمیم گرفت تا سرپرستی اونو به پدر بزرگ پیرش که در دامنه کوه ها زندگی میکرد بسپاره. عمه دیته، من نمیخوام اینجا زندگی کنم. خواهش میکنم نرو، من اینجا تنها نذار. دخترم، این برای خوشبختی و سعادت خودته. هایدی اولش غمگین بود، اما بالاخره قبول کرد که در کنار پدر بزرگ پیر و بی‌حوصله‌اش در کوهستان زندگی کنه. اون عاشق طبیعت، غروب خوشرنگ خورشید، حیوانات و گیاهای عجیب غریب شد. موز کوچولویی رو پیش خودش آورد و هر روز باش بازی می‌کرد. اوه، کوچولوی عزیزم، بیا اینجا. شب هنگام هایدی روی یونجه‌ها می‌خوابید و چشمک زدن ستاره‌ها رو توی شب تماشا می‌کرد. اون از هر چیزی که در طبیعت اطرافش بود لذت می برد. چند روز بعد دوست جدیدی به نام پیتر پیدا کرد، پسر 7 ساله‌ای که توی کلبه همون نزدیکی با مادر و مادر بزرگ نابیناش زندگی می کرد. هایدی بیا دیگه، بیا با هم دیگه بریم چمنزار. پیتر چند دقیقه صبر کن. هایدی هر روز از رفتن به چمنزار سرسبز با بوزاش و پیتر لذت می برد. وقتی از گردش توی چمنزار برمی گشتن با مادر بزرگ پیتر صحبت می کرد یا توی کارای منزل به پدر بزرگش کمک می کرد. خیلی زود پدر بزرگ هایدی اونقدر بهش عادت کرده بود که دلش نمی خواست هایدی ازش دور بشه و به مدرسه بره. چون پدر بزرگ هایدی با افرادی که در دهکده پایین یعنی دورفلی زندگی می کردن، جایی که اونو به نام عموی آلت می شناختن، رابطه خوبی نداشت. هایدی، من هیچ وقت اجازه نمی دم از پیشم بری. خیلی دوستت دارم پدر بزرگ. همه چیز داشت به خوبی پیش می رفت تا اینکه سرکله عمه دیته پیدا شد. اون هایدی رو با خودش به فرانکفورت برد تا هم صحبت و هم بازی دختر 10 ساله فلجی به نام کلارا بشه که فقط میتونست با صندلی چرخدار حرکت کنه. وقتی که به خونه کلارا رسیدن، اون از اون که میدید همه باید نظم و ترتیب داشته باشن و از دستورات خانم روتنمایر خانه‌دار اطاعت کنن، حسابی تعجب کرده بود. هایدی دید که کلارا اسباب بازی‌های زیادی داره و کمدش پر از لباس‌های زیبا بود. اون خیلی زود به اونجا عادت کرد و احساس راحتی می کرد و از صحبت با کلارا لذت می برد. چیزی نگذشت که همه به این دختر شیرین و زیبا علاقه‌مند شدن. کلارا، پدر و مادر بزرگش خیلی زود به این دختر سوئیسی عادت کردن. با این حال خانم روتنمایر خدمتکار خانواده سیسمان از هایدی خوشش نمی اومد. چون هایدی لباساش از مد افتاده و کهنه بودن، خوندن و نوشتن بلد نبود و نمیدونست چطور باید توی یه خونه اشرافی رفتار کنه. خانم روتنمایر فکر میکرد هایدی خیلی بازی گوشه. هایدی، تو باید یه کمی انضباط داشته باشی دختر. خیلی متاسفم خانم روتنمایر. هر چقدر زمان میگذشت هایدی دلش بیشتر برای خونش توی طبیعت تنگ میشد. مادر بزرگ کلارا میدید که هایدی خوشحال نیست. اون درباره هایدی با عمه‌اش صحبت کرد، ولی عمه دیته زن خودخواهی بود. مادر بزرگ کلارا سعی کرد تا اونو متقاعد کنه که هایدی اونجا خوشحال نیست، اما متاسفانه نتونست. مادر بزرگ، من اینجا احساس خوبی ندارم. خواهش میکنم منو به خونه بفرستین. دلم برای پدر بزرگم و پیتر تنگ شده. هایدی، دختر عزیزم، باید دعا کنی و از خدا بخوای. هایدی زندگی راحتی اونجا داشت، اما خوشحال نبود.
احساس میکرد توی قفس زندونی شده. خوشحال نبود و احساس تنهایی میکرد. دیگه به چیزی ابراز علاقه نمیکرد. اون توی اعماق قلبش میخواست که پیش پدر بزرگش، پیتر، کوههای پربرف و مزارع زیبا برگرده، ولی نمیدونست چطوری. این موضوع انقدر روی سلامتیش اثر بدی داشت که شبا توی خواب راه میرفت. یه روز هایدی در خونه رو باز کرد و احساس کرد که به خونش برگشته. پدر بزرگ، پیتر، من برگشتم. مادر بزرگ از دیدن این صحنه خیلی ناراحت شد. دکتر کلارا یعنی دکتر کلاسن اصرار داشت که هایدی باید برگرده پیش پدر بزرگش. هایدی، خبرای خوبی برات دارم. چه خبر مامان بزرگ؟ میخوایم تو رو بفرستیم پیش پدر بزرگ و پیتر. خدای من، خیلی دوستتون دارم. شما خیلی خوبین. وقتشه که برم از همه خداحافظی کنم. کلارا، وقت رفتنمه. امیدوارم به زودی توی خونم ببینمت. وقتی اومدی همه جای کوهستانو بهت نشون میدم. نرو هایدی، دلم تنگ میشه. منم دلم برای همتون تنگ میشه، مخصوصا مادر بزرگ و کلارا. هایدی از کلارا دعوت کرد که به کوهستان بیاد و خانواده‌اش رو ببینه. همین که رسید با سرعت به سمت پدر بزرگش دوید. پدر بزرگ، من برگشتم. چقدر دلم براتون تنگ شده بود. خیلی دلم برات تنگ شده بود شیطون کوچولو. هایدی عزیزم، دیگه اجازه نمیدم از پیشم بری دختر کوچولو. برمیگردیم به کوهستان. پدر بزرگ از اینکه هایدی دوباره برگشته بود خیلی خوشحال بود و اونا با هم خوش میگذروندن، تا اینکه یه روز هایدی به دیدن پیتر رفت. پیتر، ببین من برگشتم. هایدی، دلمو برات تنگ شده بود. میدونی من یه دوست جدید پیدا کردم کلارا. خونه ی اونا زندگی میکردم و با اسباب‌بازی‌هاش بازی میکردم. هایدی داستانای زیادی برای پیتر و مادر بزرگش تعریف کرد. حالا از چمنزار بیشتر لذت میبرد. چند ماه بعد کلارا تصمیم گرفت هایدی رو غافلگیر کنه. میخواست یه ماه پیش هایدی بمونه. کلارا رو با صندلی چرخدارش به کوهستان بردن. اون از اینکه قرار بود دوست صمیمیشو ببینه خیلی خوشحال بود. بیا هایدی، یکی به دیدنت اومده. کیه پدر بزرگ؟ هایدی، منم، کلارا. هایدی بعد از شنیدن نام کلارا از جا پرید. بعد از این همه مدت از دیدنت خیلی خوشحالم. کلارا با دیدن هایدی خیلی خوشحال شد. هر روز صبح از خواب بلند می شد تا با کلارا بازی کنه. چمنزارای سبز، غروب سرخ آسمون و آواز دست جمعی پرنده ها رو به کلارا نشون داد. کلارا از دیدن اونا لذت می برد. حالا بگو ببینم، از کوهستان خوشت اومد؟ از لحظه به لحظه اینجا لذت بردم. برای همه چیز ازت ممنونم. از طرفی پیتر به کلارا حسودی میکرد. فکر میکرد کلارا بهترین دوستشو دزدیده. یه روز پیتر دید کلارا با هایدی روی علفا نشستن و میخندن. کلارا، صبر کن تا نشونت بدم. صندلی چرخدارتو قایم میکنم. اینجوری از اینجا میری و هایدیو تنها میذاری. پیتر با عصبانیت صندلی کلارا رو برداشت و اونو به ته دره هل داد. صندلی به پایین دره پرت شد و شکست. اوه خدای من، این چه کاری بود که کردم؟ همین که هایدی و کلارا بازیشون تموم شد فهمیدن که صندلی اونجا نیست. کلارا نمیدونست باید چی کار کنه. هایدی، صندلیم کجاست؟ دارم نگران میشم. هایدی همه جا رو گشت اما صندلی رو پیدا نکرد. هیچ نتونستم پیداش کنم کلارا. به پدر بزرگم میگم. هایدی با عجله رفت تا پدر بزرگش رو صدا کنه که توی راه پیتر رو دید. پیتر، کلارا به کمکمون نیاز
نیاز داره. بیا اینجا، بیا کمکش کنیم برگرده خونه. بیا کلارا، از این طرف. نگران نباش، همه چیز رو به راهه. معجزه ای رخ داد و کلارا تونست با کمک هایدی و پیتر چند قدمی راه بره و از زیبایی طبیعت اطرافش لذت ببره. پیتر از اینکه کلارا تونست به خونه برسه تعجب کرده بود. خانواده کلارا از اینکه دیدن اون روی پاهاش راه میره خیلی خوشحال شده. پدر، مادر، من دوباره میتونم روی پاهم راه برم. خیلی خوشحالم. دخترم کلارا، ما همه برات خوشحالی. پیتر که عذاب وجدان گرفته بود زد زیر گریه. چی شده پیتر؟ چرا گریه میکنی؟ این من بودم که ویلچر کلارا رو هل دادم و شکستم، چون فکر میکردم که کلارا باعث شده توجه هایدی نسبت به من کم بشه. پیتر، پسرم، ما تو رو بخشیدیم. با وجودی که مادر بزرگ کلارا میدونست چرا پیتر این کارو کرده، به جای اینکه تنبیهش کنه تصمیم گرفت به جایزه بده. اون حسابی پیتر رو غافلگیر کرد. بیا پسر کوچولو، اینو بگیر. نه نگو. خانواده سیسمان برای تشکر هدایای زیادی به هایدی، پیتر و مادر بزرگ نابیناش دادن. اونا به پدر بزرگ هایدی قول دادن که بعد از مرگ اون از هایدی نگهداری کنن و اونو تنها نذارن. داستان ما با صحبت هایدی و مادر بزرگ که از خداوند به خاطر نعمتهایی که به اونا داده بود تشکر میکردن به پایان میرسه. پایان.